این همایون بعد از اینی که بیژن و احترام بهروز مرده و زنده‌شو جون بودن فکر می‌کنم دیوونه شده. دیشب دروغی به این امیر گفته بود اینجا آجر است بیورده ببر. مهناز جون این تلفونه رو بزن شماره بابای همایون رو گیر بیار تا یه شهر جدید درست نکرده. دیدی قیافشو؟ تماس گرفتم. دیشب بهشو گرفتم. بابا چرا حرف نمیزنی؟ چی شد؟ شماره چی شد؟ بابای حالش چطوره؟ خوبه؟ نه شماره‌ای در کار نه بابایی. جدی میگی؟ باباش برخلاف هر سال اصلا آلمان نرفته. ترسیدم بهش بگم لج کنه نذاره کار ساختمون پیش بره. یه ذره سر میدونیمش. کار ساختمون که تموم شد بعد میگی. پرسید بگو آلمانه ولی هامبورگ نیست. اسم یه شهر دیگر بگو. بگو دیگه. الان بگم؟ الان بگو. اسم یه شهر دیگر تو آلمان بگو بسار. میگیم رفته کلن. کلن خوبه؟ آره. یعنی داماد ما واقعا آلمان نرفته؟ با کجاست؟ حتما تو شهر کل میدونی. نداشتن که نداشتن. چه بهتر که نداشتن. اصلا به نظر من آجرای همایون خان همشون مسئله داره. آجر مسئله دار، سیمان مسئله دار. نباید بشه دیوار بره بالا واسه فضای آموزشی تربیتی. بابا لطفا اون سویچو به من بده. تو هم ماتم آجر نگیر. آجر مدرسه رو خدا خودش جور میکنه. پاشو بریم. پاشو بدو. سید گوش کن. داداش یه زنگ بزن به این حاج خانومه. بهش بگو آجرایی که خواستیم واسه تو مدرسه است. آره. بهش بگو اون آجرایی که ریخته پشت امامزاده واسه مقبره خانوادگیش یه چارتش هم بده به ما. ما یه دیوار داریم تو مدرسه روز تعطیلیه. آره خجالت میکشی؟ خجالت نداره که. اگه قبول نکرد دوباره زنگ بزن، سه باره زنگ بزن، سلام منم بهش برسون. آفرین. زنگ بزنی یا گوشی برین امامزاده. حل یعنی؟ حل. اما اگه دایی شما خجالت میکشیدن به حاج خانم بگی آجر بدم. بی خود خجالت نداره. شما برین حل، توکل به خدا. برین. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. برین. خدا. میگم آبجه یکش به این دختره عباس آقا چی بود اسمش خدا؟ شیرین. آن شیرین خانم. آره به اونم میگفتی که بیاد، خبر میدادی بهش اگه دوستاش بیاد کمک. بهش شیرین خانم که بیاد باباشم 100% میاد. ماشاءالله عباس آقا قویه، هیکلیه. بیاد اونجا مطمئن باش هم بعد دیوار بچه هم بنایی بلد. مطمئنم اینو بهش میخوره. بالاخره یه ثوابی هم کردن دیگه. من تو بهش نگفتی؟ من نه نگفتم. موردی نداره، من خودم بهش میگم. حالا اگه آجرگیرون بیاد آجرم آهنگه. ولی اگه آجرا رو هماهنگ کردی آخر فیلم می‌نویسیم با تشکر از واحد سیار، امپکس، نودال و منیره گلکار به خاطر تلاشی که برای جور کردن آجرا کرد. خیلی خب انقدر حرفای لغو و بیهوده نزن. خیلی نامرده. همون دیشب به جون خودم هیچ آجوری در کار نبوده. دیده چشام بسته سر کارم گذاشته. نامرد.
از اون نمیشه توقع داشتون همیشه همین جوریه. بابا آدم نیستون. اصلا معلومه چی کار میکنه. یه روز با آدم خوبه یه روز بد. منو یه بار نمیدونم چشم پزشکی هوامو داره از یه طرف زدار میزنه نمیدونم سر کار میذاره آدمو. اصلا نمیشه بهش اعتماد کرد. دستتو نمال به چشت یه ذره بهتر شده. نکن اینجوری امیر. حاجی خانم اینایی که اخوی سفارششون کرده بود اومدن اینجا دنبال آجر و مصالح. اومدن؟ بله بله. الان خودشون اینجا هستن. بله بله. با حاج آقا سلام برسونید. یا الله. از بنده خداحافظ. میخوام با شما صحبت کنم. سلام حسینی، خوبی؟ خسته نباشی؟ حالت خوبه؟ حسین شما حسینی تعاونی هم تیده داشت دیگه دوقلوید من، آره؟ بله. کدوم تو زودتر به دنیا آمدید؟ اون چقدر؟ دو دقیقه، یه دقیقه، دو دقیقه. یکی دو دقیقه؟ بعد امتحانش نگه دارید، نه؟ بله. عجب، حسین سجسته امتحان، جا به جا میشدیم، مثلا شما برید دیگه به سجسته، نه؟ نمیشه دیگه، تقلب محصول میشدیم. چیز حسینی لاله و لاده نمیشستی؟ آره 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 رفت آمد داری باش؟ عجله دیدیش؟ فقط دیدم تلویزیون روزنامه اینا خوندن. شما از اول چسبیده بودید به هم؟ یعنی چه ربطی داره به هم؟ لاله و لاده اینجا چسبیده. شما از اینجا نچسبیده؟ از اینجا؟ نه از اینجا؟ نه اصلا؟ آسان چه رنگی خوشتون میاد شما؟ رنگ سبز. سبز؟ آسان این تعبانی هم سبز دیگه. آره؟ عجب. خیلی باحال احساس دوقلو داشتم. بله خدا ازتون قبول کنه. دستتون در نکنه. دستتون در نکنه. خدافظ. خدافظ شما. عجب. گریه کرد. گریه؟ هی گفت حسن توفیق حسن توفیق. بعدش هم گفت هرچی آجر و مصالح میخواییم بردارید ببرید. بزنم میدونی میخوایم مربای گل سرخ درست کنیم مثل جبهه. فقط میدونی ایرادش چیه؟ آره ایرادش قیافشه چیندشه. نه ایرادش اینه که خیلی دیر میپزه. اینا رو من زودتر میذارم که گوجه رو آخر سر بریزیم خیلی له نشه توش. خوبی؟ خوبه. نزدیک 10,000 تومن جمع شده از اهالی همین مدرسه. و حالا باید با مامان مشورت کنم ببینم اگه پختن این مربای متوفندی چیزی داره به هم بگید. آفرین چه خوب. خب به بهرام بگو از همکاراش تهران گل بگیره برداره بیاره. حتما هم میاره. همین دیگه میگم با بهرام کار دارم واسه همینه که گل بگیره. خودش هم باید برامون تخفیف بگیره که بتونیم گل بیشتری بخریم. شکرم داری. گلاب و آبلیمو هم گوشنگ قراره بگیره. گلاب و آبلیمو هم من میگیرم. برای مربا ما چیکار کنیم؟ شکر بگیریم یا پول بدیم؟ ما هم شکر میاریم هم پول میدیم. وسیله نقلی هم لازم بود مینیبوس هست. ما هم کمک کنیم. میگم ما هم کمک کنیم. ما هم کمک میکنیم. تو کارتو درست انجام بده تو گشت نمیره. تو امروز کارگر خوبی باش. من سن تو که بودم بابا منو برد پیش اوستای گچ کار بده یاد. یه روز کار خراب کردم گچ مرد یک چک قایم خوابون تو گوشم. هنوز صداش تو گوشم. اوسا یک کمی مثل که شکم داده دیواره. مطمئن باش که چه شده اشتباه میبینه. امکان نداره. اینا ریسمون رو ببین. آه نگاه کن صافه صافه یک ذره شکم نداره. آجور تا سریا دیوار کج رود بالا. بچه‌ها افتخار. هر چی که این عباس آقا این چشه؟ از احمد چه خبر؟ عباس آقا جمعه خوب احمد
دارم از دست این آقا همایی هرس میبارم. داره آتیش میسوزونه این مردم آزار. آره ای خدا همایون آخه چرا همچینیه؟ آره خیلی دیگه واقعا داره حال هممونو به هم میزنه. باید بهش تذکر دو. آره تذکر خیلی حالیش میشه. خودم میام با دربارش با بهرام حرف میزنم، هم راجع به اون، هم درباره گلا، همیشه میام مادرم ببینم. یالله بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. حالتون چطوره؟ خوبی شما؟ خواهش می‌کنم بفرمایید. خواهش. سلام علیکم. حالتون چطوره؟ خوبی شما؟ بفرمایید. 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 یالله 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 سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. خوش اومدین. سلام خانم گلگاه. خوبید ان شاء الله. سلام علیکم. به به. خسته نباشید دوستان. خسته نباشید. ایشون خبرنگار روزنامه هستن. شهر شهرستانا. ببخشید. محترم خانم هستن. تشریف آوردن از فعالیت‌های پشت جبهه چند تا عکس دارید. در خدمتتون هستم. خسته نباشید. قربونتون برم. زنده باشین ان شاء الله. خیلی عالیه. خیلی عالیه. زحمت کشیدید. فهرست فعالیت‌های ضد بشری همایونه که درست کردیم بدش به من. میخوام کارش از رو کاغذ یادش بیارم. اصلا هیچی رو خودش نمیاره. باعث درست حسابی حرف منو گوش بده. تمام اهالی این باغ دونه به دونه شون از دست تو شاکی هن، برای که همه رو کلافه کردی با دروغا. حالا مثلا من واسهت بخونم: نبردن بهروز به صحرا و قال گذاشتنش. این بچه آخه برداشتی بردیش برای چی تو صحرا؟ برای قالش گذاشتی برداشتی اومدی؟ خجالت هم نمیکشی؟ خودت یه جور، مادرت یه جور. اصلا ما رو شما خورد کردین اینجا. باعث بازم که تموم نشده صد تا مورد اینجا برات نوشتم دارم، همشون اینا اینجا میدونن. قول پول دادن به بهروز، برای چی قول میدی به مردم نمیکنی؟ این بچه چه گناه کرده که تو بهش قول دادی و بعد چی شد؟ عمو برای مدرسه این بار درست کردی؟ حساب داری جواب بده. همش پشت هم اندازی، همش دروغ، همش دره. برای چی توی خونه بود اینقدر آشوب به پا میکنی تو؟ شهرمنده اونش نیستیم بیاین. اینا گرفتن سویچ ماشین رو کردی. عمو بهروز نگه داشتنه. از شما آجر میچیدی ما شیشه میذاشتی. اینو بردی بچه فسقلی رو اینجا داستان براش درست میکنی. پشت هم اندازی میکنی. محترم اومده. هم اینو بشنو بذاری کنار. فکر کنی اینجا واسه صاحب نداره. همه ما اینجا جواب تو رو باید بدیم. از این دفعه همایون دیوونه تر نشده، اساسا جمع کنیم ببریم تو. کام دخالت نکنه. به ما چه؟ برگردم به اون احترام بگم. وقت میدونی چه بلای سرت میاره؟ حالا به خودت داریم میگیم که خودت یه جوابی به ما بدی. یا این حرکات تو جمع میکنی اینجا، یا اینکه حق نداری دیگه اینجا بمونی. نه آخه یکی از این موضوعات تو برام بگو. یک جواب یکیشو بده. صد هزار تا مورد اینجا نوشتی واسه نگردشتی. دهی براو. خوب پیش رفتی. بابت شیشه ها ممنونم. من هنوز فلسفه این که شیشه های تازه رو چرا گچ میزنن رو نفهمیدم. دایی بالاخره این شماره تلفن بابای ما چی شد؟ ما قرارمون اتاق در برابر شماره تلفن بودا. اوه حواستو بده. من نمیخواد فلسفه گچ مالی شیشه برا رو بفهمی. منو گوش کن آقا پسر، نیشه تو ببند. من اصاب ندارم. خاله این لیستی که سر نهار نشستین و
با هم صحبت کردین و فکراتون رو هم ریختین، حالا یا با این یا کس دیگه، من نمیدونم کیه، ولی من درک نمی کنم که این کاغذی که دست شما دادخواسته، خاطره است، احساساته، نمیدونم هر چی است، من سر در نمیارم. ولی خاله یه پیشنهاد دارم برات، این کاغذ رو به عنوان یادگاری یه جای خوب نگرش دار. من جای شما بودم و این کار حتما میکردم. زرنگ باز در نیارید با خون سردی و شما ها سخت در اشتباهید، گفتن و خنده و لبخند و لبخند از این جواب در بین آقا همایونا اتفاقا این شمایی که سخت در اشتباهید. بده من هم این کاغذ رو، این لیست کارهای زشت شماست. یک، نبردن بهروز به صحرا و قال گذاشتن اون، قول پول به بهروز، خورد کردن اصلا و شخصیت زن آبستن منیجر بتونه خاطر سمپایی تلویزیون که بلای سرش آوردین، گرفتن سویچ ماشین عمو بهروز و نگه داشتن پیش خود. از همه بدتر قول آجر به امیر و تو خال درامر خودتون در لحظه نبرد. آقا همایون، دخالت در تصمیم گیری های عمو بیژن، یادتونه به شهروز گفتین که شهروز سوئیس بهتر از آلمانه؟ شما چند تا دعوای بدجور توی خانواده ایجاد کردین. چرا واقعا، چرا داره بین همه تفرقه ایجاد میکنه، بین همه خانواده های این باغ؟ واقعا براتون متاسفم. مامان، یه موضوعی که مربوط به آیندم میشه رو میتونم باهاتون در میون بذارم؟ در میون میذارم. راستش من اصلا نمیخوام دختر پررویی باشم، ولی منیژه جون، زنم بهروز میگفت بوی هم بهروز متوجه شده این نوه هم به احترام هست آقا فراز، اون همون شب اولی که آوردم احترام رسوند با گویا تو همون نگاه اولی، گویا مامان گوشتون به من نیست؟ داره یادم میاد تو کلاسمون یه دختره بود این ورم میشست، اسمش شهلا بود، همش خودشو میزد. یه دخترم جلوم بود که موهاش به رنگ هویج بود، اسمش فرخنده بود. یکی دیگه بود درش بود، بهش میگفتیم یه غرو. وسط های سال عروسی کرده دیگه مدرسه نیمد، همه کلاس رفتیم عروسیش لغانته. اون اصلا حواستون به من نیستا؟ ماتمو خراب کردی، ببر رو صدا تو. ببخشیدا، من دارم راجع به شوهر احتمالی آینده‌ام با شما صحبت میکنم. آینده تو چیه؟ آینده تو یه چیزیه مثل من، میفهمی؟ مردشون اون شوهر احتمالی تو ببرن. من اصلا اجازه نمیدم شما راجع به شوهر احتمالی آینده من اینجوری صحبت کنیدا. بالاخره یکی قرار هست در آینده شوهر من شه که بالاخره. بعدم حالا که اینجوری شد من اصلا دیگه با شما درد دل نمیکنم. تو فکر کردی من مرده ی دوتا قربون صدقه تو بدترکیبم؟ از همه قرصا رو میخورم خودم کردم. اصلا من اصلا ایز نماش نمی کنم، نمیخوام بابا جون. نمیخوام، تو باید بری عروسی کنی، من شده برم بیمارستان. تو بابا غلط کردم، من مردم هستم. بابا خوب بایستی دیگه، ببخشید. اصلا شما خوب میشین، اصلا هر وقت که شما خوب شدین من ازدواج میکنم. خیلی قربونتون برم. بیمه اندیشا آشتی کنی تو رو خدا. خواهر من، عزیز من، احترامم عاقله، تو هم عاقلی، آشتی کنی تو رو خدا. حالا داداش، نمیخواد تو این هاگیر واگیر تو بساط آشتی را بندازی. الان اولویت اول دک کردن این همایون فتنه است. کمچی وامیسته پر رو پر رو تو روی من میگه خال شما سخت در اشتباهی. آخ آره، عمه یه لیست از کارش بهش نشون داده، اینجا همچین کردی، اینجا همچین کردی، اونجا همچین کردی، و در جواب میدونی چی میگه؟ براتون متاسفم، خون سرد، با خیال راحت، بی ادبه ها. برش هم نوشنوش میکنه میره، یعنی مثلا دلمو سوزوندی، یعنی مثلا ما دلشو سوزوندیم. افه با ادب بودنم میاد.
رو تو برم بشر، رو تو برم که استاد پررویی تو. ببین منیره، فردا اول وقت باید بریم نمایشگاه پیش فراز، بعد میریم دنبال شکر و آب لیمو و گل سرخ واسه مربا. چش. باید سر وقت نمایشگاه باشیم. ببین این بچه فراز میکوبه تو این سرما، از لباسون بلند میشه میاد اینجا که چی؟ درد دل ما رو گوش کنه. از عقلش استفاده کنیم، بلکه یه جوری شر این فتنه رو کم کنیم بابا. نه نه عمه باشه، خیالتون راحت باشه. تا بیرونش نکنیم دست بردار نیستیم دیگه. یک همایونی بسازم. چل تا باب همایون از بغلش درات سب کن. امروز این دوباره داشت تیرکمونشو در می آورد. نمیذارم این دختر بدبخت منیجر رو زن آبستن رو بترسونه. کاری که میگفتم انجام دادی؟ نه چه کاری؟ بساد این موضوع خیلی جدیه. نگفتی فامیلای خالم باباشو تو آلمان دیدن؟ اگه بفهمی داریم بهش دروغ میگیم بدتر اتاق ازمون میگیره. اگه دروغ نگیم اتاق ازمون میگیره. نیست حالا دروغ نگفتی رود نمیشه بهش دروغ بگی. بابا بگو بس آروم شه. شد بگی بذار روشن کنم دیواره خوشه. بیا من دخترم. بیا آقا. آقا همایون بیا، خبرهای خوب. خوب همایون، گود نیوز، پدرت پیدا شد. یعنی تو الان در یک قدمی پدرت هستی. دخترم یه وقت بهش نگی ما داریم دروغ بهش میگیم. هیچی بهش نگی باشه؟ میگم. هیچی نمیگی. ساکت. جدی؟ کی فهمیدین؟ چرا زودتر نگفتین؟ ازتون ناراحت بودم. همین دو ساعت پیش رفتی مخابرات به خالش زنگ زد. خالش گفت بابا دیگه هامبورگ نیست، رفته شهر کلن. کلن؟ آره کلن. یک ساعته با ترن میرن و بر میگردن. خدا کنه زودتر بیاد هامبورگ و یک ساعته پول از طریق این صراف معرفا به دست من برسونه و من بگیرم و برم پی زندگی. دمتون گرم دایی. مرسی بوکو دایی. خوشحال شد بیچاره. تا بخواد حالش بچه ما اساس ریختیم نشستیم. اساس هم بریزیم کی میخواد ما رو بندازه بیرون. ساسان یه دقیقه بیا اینجا. اسم من نه مرداده نه ساسان، اسم من امیره. امیر. امیر یه کمکی به من بده این بگیرش. آها راستی دستون در نکنه بابت آجراتون. خیلی عالی بودش، خیلی خوب بود جنسش آجراتون. بدش کن یه چند روزی خیلی با ما سرسنگینی مهتاب خان. خب چند تا آجر چه ارزشی داره که با پسر عمت قهر کنی؟ بگی بینم راستی ساسان آجرها رو واسه چی میخواستی؟ بهتون گفته بودم واسه چی میخوامش. همون شبی که علکی گفتی بیا آجرها رو بگیر. علکی اگه بدونی این عم محترمت چه پرونده‌ای برای من درست کرد. حالش کن امیرداد آجر میخواد برای خودشیرینی، اون موقع باید همایون خان زایه بشه. داشتیم تیغه میکشتیم وسط این آزمایشگاه، یک کلاس بیشتر اضافه شه بهش واسه دانش آموزان. خب چینی چه؟ آخه بچه‌م به فکر دانش آموزانه. برو خودتی. البته آره
دیگران برای کلاس کمک کردن، ولی تو عاشق دلخسته برای خودشیرینی رفتی گفتی تو ساختمون کار میکنی و گلبازی از این حرفا. وقتی که من باشه بابا ساکت، جون من اذیتم نکن، جون من اذیت نکن، برو اونور. برای هر کاری یه راهی هست. ببینم تو تا حالا کیه دیدی برای اینکه دل یکی رو ببره میره میگه من کارگر ساختمونم؟ ها دیدی بلد نیستی؟ میخوای بگم گرامل جذابیت چیه؟ چیه؟ گرامل جذابیت چیه؟ مال تو چه؟ من به زودی برمیگردم آمریکا. تا فرصت هست میتونم بهت بگم. میتونی همین فردا صبح زود بیای من از خواب بیدار کنی. باشه. حتی شده به زور. باشه. با هم میریم یه دورکی میزنیم، بعد بهت میگم گرامل جذابیت یعنی چی. دمت گرم. پس فردا میام بیدارت کنم. باشه. بله خب. تو خیالت راحت باشه، من میدونم چی کار کنم. شهرام برو به خواب، دیگه دیر وقته. ای چی برو شده به خدا. من فکر کردم اینا فردا میخوام برن برای چغلی همایون قاب، منم بگم منم میخوام بیام برای چغلی همایون، میرم نمایشگاه. خب فرازم اونجاست، منتا من حرفی چیزی نمیزنم، تا خودش همین ساکت میشینم فقط نگاه میکنم. خودش بالاخره میاد صحبتی چیزی بکنه، اگه صحبت کرد که خب چیز میکنم میام و صحبت هم باش میکنم. ای بچه برو دیگه، باش صحبت هم میکنم. اگرم که نه، اگه صحبت نکرد خب من که نمیتونم بهش بگم بیا شوهر دخترم بشو. برای همین پس اگر که اون حرفشو زد، گفت اگه بخواد که خوب بلند میشه میاد میگه من میخوام و منم حرفام باش میزنم. ولی میخوام کلونم میخواد. حالا تو بخواب، چشاتو ببند، بسم الله الرحمن الرحیم بگو، ایشالا همه چی درست بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. میگم این امیرم دیدارش کن با خودمون ببریمش. ها چی میگی؟ ها ولش کن این امیرو بابای من، بریم کارو انجام بدیم. ناصر رفیقشه، ببیرتش خیلی خوشش بیاد. امیر پاشو شیر برنج یخ کرد. امیر بابا جون، جونه بابا پاشو. امیر جونه بابا جونم. ببین امیر، امیر پاشو، من و منیره میخواییم بیریم تهرون، میخواییم تو رو با خودمون ببریم. چی؟ میخوایی بیا یا نه؟ پاشو من
میگم میخوای بیای بیرون یا نه؟ آهاز جان بابا ولش کن اون امیرا، حالا برای چی رو باید بدونه؟ کنجکاف شده واسه من. من تو نفهمم برای چی خواهد بری نمیام. منیر تو رو خوب میشناسه، همون بهتر که نیای. بریم بابا. من میگم بازم با آقا همایون صحبت کنیم، شاید از طریق صحبت این چوخلی آبروش رو جلو خانوادش میبریم. مامان ول کن، خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند، دیگه وقت مرحله شدید و جدیده. ببین افتخار جون، ما میشیم گروه جدید و شدید و چوخلی، تو فقط بیا واسه مربای گل سرخ، بیا تو گروه گلیا. البته ما هممون گلی هستیم، الان همه داریم میریم از گلخونه واسه مربا گل بیاریم. ولی یه دقیقه همتون گوش کنید، هر کی واسه گل میاد و گلی دستشو ببره بالا. حالا هر کی هم واسه گلی میاد هم واسه چغلی دستشو ببره بالا. منم که خیلی اهل چغلی نیستم، ولی مثل اینکه جا دیگه لازمه. بر اساس منطق شدید و جدید به نظر منم انگار باید اقدام تازه و بی ملاحظه ای کرد. سلام، منم بازی، منم چغلی دارم، من هم موافق شدید و جدیدم، هم موافق تازه و بی ملاحظه. با این بیام یا با اون؟ اولین درس گرامر جذابیت اینه که برای نتیجه گرفتن باید مثل خر قاطع باشی. همش فس فس میکنی، من من میکنی، سرعت نداری، کندی. پسر جان یادت باشه برای جذابیت اول باید طرف بفهمه که تو پر روی، پر رو باش، دست بردار از خجالت و شرم و حیا. من وقتی که همسن سال تو بودم قهرمان پر روگی بودم. خجالت دست خود آدم نیستش که. چرا هست؟ خجالت یه رفتار از مد افتاده است. به غلط بودن و درست بودنش چیکار داری؟ هر کاری عشقته بکن. این ماشین شماست که؟ این ماشین شماست؟ همون که باش رفتیم تهران واسه چشا؟ تو برو تو، من الان میام. الهه تو نباید میومدی اینجا، این رفتار تو خارج از پرنسیب توه. تو خواهش میکنم پرنسیب منو بهم یادآوری نکن، کارمان منو ورداشتی بردی نمیاری. همایون من میخوام اونو الان بفروشم. بابا وضع زندگیم آشفته است، من کاملا عصبیم. آخه بس دیگه، چقدر اذیت میکنی؟ کاروان آمده طلاق، آمده آزاد. الهه من تو رو میبرم اونور، تو صبر کن. الهه جون مادرت اوضاع منو خرابتر نکن. ببین اتاق تموم شده ولی خیسه، الان نمیشه رفت توش، هوا ابریه، یه روز که آفتاب بشه خشک میشه. من اون وقت مادرمو میبرم میشونم اون تو اون اتاق. الان نمیتونم مادرمو ببرم بذارم تو اون اتاق، اونم با این همه مریضی. جون مادرت، جون مادرت که میدونم از همه کس بیشتر دوستش داری، منو بیشتر درک کن، به من فرصت بیشتری بده. من اوضاع خوبی تو این باغ ندارم، باید شماره تلفن بابامو تو آلمان پیدا کنم که باهاش تماس بگیرم، بگم پول بفرسته تا بلیط هواپیما تهیه کنه. همایون بابات آلمان نیست. آلمانه؟ میگم آلمان نیست، زندانه، زندان قصر. کجا؟ شما اساس نمیتونیم ببرین تو. به قرارمون عمل نکردین، دست نگردار. برو بابا.
دست نگرداری؟ این چه طرز صحبت کردنه؟ دایی داری پرخاشگرانه رفتار میکنی ها؟ مهناز دوبار به آلمان زنگ زده، انگار تو آلمان تعطیل رسمیه، مثل اینکه جشن کارناوال همه زدن تو خیابون. شما به من دروغ گفتید که بابام کله. همین الان همین لحظه هم داریم به من دروغ میگی که تو آلمان کارناواله. تو آلمان الان هیچ کوفتی نیست. دایی به من خبر دادن، خبر دادن که بابام زندانه، زندان، زندان قصر، نه کارناوال نه کل. ولش کن بزاد، ولش کن. ما حمالی کردیم، ما خرج کردیم، زمین هم مال ننه بابای شما نیست. پس در مجموع اتاق اتاق ماست. اینقدرم چخان پخان نمیخواد. مامان شما هم اتاق خوش شد، تشریف بیاره بشه همسایه ما. بریم. بشکن بابا برده برو جلو حالا حالا جلو آها عقب هم میتونی بیای یا عقب درد نکنه خب خوبه قند قند جان قند بله من قبلا با یه فرمونی اومدم شما نشد دوتا همون اولش این کار میکردی که بهتر بود همینجا دست در نکن اصلا این آقای همایون دست در نکن داره جمع آقا... زیبا و دوست داشتنی یه بارو میرزه به هم بفهم باشه بیشه بله من در خدمتم من خواهشم از شما اینه که یکی از شماها از خودتون تشریف بیارین اونجا اینه جمعش کنین بره لطفاً بیاین شرش رو بکنید ما خیلی امیدوار بودیم که با جمع شدن خانواده دور همدیگه این قهرپرایی که وجود داره فیصله پیدا میکنه تموم میشه میره اما حالا این آقای آقا همایون اومده همه چی رو پیچونده به هم الان اگه این دو به هم زنی ها نبود الان محترم با احترام تا حالا حتما آشتی کرده بوده حتما آقا همایون پسر بدی نیست فقط یه ذره گرفتاره باید هممون جمع چیم گرفتاریشو حل کنیم با حل شدن گرفتار اون خود به خود همه چی درست میشه من فکر میکنم افتخار خانم حرف دقیق تری زدن البته من نمیخوام دخالت کنم ولی آقا همایون پول میخوان مامانی شما پول نمیده آفرین و حال میکنه دید این مسائل رو کلای آقا همانون مامانی تکره بود به من گمده همان اینجا نبود بگیر نکنیم نگه کار بازه خوب شد بفرستم کار باز بگیرم زحمت نکشین دست شما درد نکنه دست شما درد نکنه نه بابا کار باز زحمت بشه آقا ناصر
سابق برین فرینی خوبی داشتی اینجا ها. بله بابا همیشه میگرفت خیلی خوش نصد. من باید برم آموزش پرورش مدارک هم بگیرم، از اون برم باید برم مدرسه کلاس دارم، همینطور دیرم هم شده. خودم میبرم. بریم. خب بریم با هم، زودم با هم دیگه برگردیم که این دختر کلاس داره. بعدش هم ما میریم گلخونه آقا بهرام، گل سرخ بگیریم برای مربا. بریم بابا. با اجازه آقا فر. آقا ناصر. خدا 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 ببخشید یه لحظه. اگه آقا ناصر خودش می اومد بهتر نبود؟ لحظه فراز نبود؟ نمیدونم، شاید بتونه حلش کنه. چطوری حمید جون؟ نام کردم آقا. زندگی من در مورد من سوالی نکرد؟ حرفی، سوالی، یه چیزی که شبیه تحقیق باشه؟ نه آقا، فقط داره میشموره. یک، دو، سه، چهار. راستی آقا، برات خیلی چکوش زدم، تعریفتو زیاد کردم که تو بمبارون جون منو نجات دادی. دمت گرم. آخه برای چی گفتی؟ میگم حمید این برارم باید بچسبونی ها، اون سه هم تو خوب چسبون. حمید گرم. 81 82 83 84 85 86 87 90 91 92 93 94. بله ببخشید من یه عرضی داشتم. بفرمایید. شما متوجه شدید من قراره برای ماموریت بیام باغ؟ بله البته اینقدر حواسم پرت شد قرار بود تو ده بشمارم و صدم زد بالا صدم شمردم. مهم نیست، اشکالی نداره. زنده من یه عرضی خدمت شما داشتم. بفرمایید. حالا درسته که من قراره برای این ماموریت بیام با برای سر و سامون دادن به مشکلاتی که دایی همایون درست کرده. بله. اما این یه دلیل کوتاه مدته. بله. در واقع من یه دلیل بلند مدت هم دارم. بفرمایید. بله. زنده ای اگه اشکال نداره من باید با شما حرف بزنم. بفرما. یه واقعیت هایی وجود داره. یکی از این واقعیت ها همسر شما، دایی مامانم، برادر مامانیم، پدر شهناز خانم دختر شما آقا بیژنه. یکی از واقعیت های دیگه مامانی منه. یکی از واقعیت های دیگه غرق بودن دایی بیژن و مامانی منه. دقت کردین که تو منزل شما دایی بیژن چه برخوردی با من کرده؟ من یادم. حالا زنده ای با توجه به همه این واقعیت ها من میخواستم اگه اشکالی نداشته باشه در مورد شهناز خانم با شما صحبت کنم. بفرما بگو. اگه نظر شما ایرادی نداره اجازه بدین بقیه برن دنبال کارشون، من وسیله هست شما رو میرسونم باغ. باشه بفرما برن. باشه. حمید خان، حمید جان، آقای رستمی، لطفا شما جایی نرو، بعد از اون قراره بریم باغ. بله جایی نریم آقا. آه شیرین 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 داو سوزی بالا فش پا بنه سر کمرم داد شاده بودش دو شیرینه برده جا هلو این مالمون پایزه خواسته کرده آیا شیرین 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 دا شیرین بالا خش پا بنه سر کمرم هر کی گل میبره میده دست هر کس، میگه این گلا باز مربا بشه که کسی فکر نکنه که دو تا دونش هم میتونه ببره بذاره سر تاخچه. وا هر کی این از کجا اومد؟ هر کی میخواد گل تماشا کنه عکس گل خواب کنه بزنه دیوار. الله.
سوزی بالا خش ها بنه سر کمر شماست. این گله برای ماست؟ در اصل برای درست کردن مرباست. مادرتون هست؟ باید یه توضیحاتی بهشون بدم. آها آها بفهمید آخر بفهمید. مادرم داره نماز میخونه. من این در رو فقط ببندم که هوای گرم اتاق بیرون نره. شما یه دو سه دقیقه دیگه نه چهار پنج دقیقه دیگه نه هفت هشت دقیقه دیگه اصلا ببخشید یه ده دقیقه دیگه صبر کنین بعد بیاین تو چون میترسم بیژن اومده باشه نبینه که من و شما با هم داخل باغ میشیم خب میدونین که اگه بفهمه این مسئله ازدواج شما و شهناز و دود هوا میشه میره خب پس من میرم شما ده دقیقه دیگه بیاید آقا خیلی ممنون در ضمن شما هم یکم خودتو لاغر کن رژیم بگیر ترس خوانم حیفه برا سلامتی خدا نگهدار ده دقیقه دیگه بله ده دقیقه دیگه بخاری رو روشنش کن یه روب صبر کنیم بعد باید برم تو آقا بخاری خرابه این ماشینه رو بردی تهران ردیفش کن باید بذاریم نمایشگاه برای فروش عروسی خرج داره دعا کن همه چی درست چه جور شه انشالله من به تو دلیل اومدم یه دلیل کوتاه مدت یه دلیل بلند مدت خدایا با امید خودت تو هر دوتاش موفق شم مامانی فرازه سلام آقا فراز سلام خوبی خوش اومدی ممنون سلام سلام دایی هیچ وقت اون صبح پر احساسی رو که به خاطر رفتن مامانی داشتین گریه میکردین یادم نمیره دایی نمیخوان کمکت میکنم نمیخواد به دایی جان پر احساست کمک کنی برو به اون دایی دیگونه خودت کمک کن که اومده با چاقو زده لاستیک ما رو ترکونده
وصف اخلاقای دردسرسازش رو زیاد شنیدم این روزا. پس موضوع کاملا جدیه. وصف دردسرسازیاش یه چیز اونورتر از جدیه. تو میدونستی ما الان اتاقمون اتاق آهنیه؟ آره دایی، منی جمالان اون بالا تنها نشسته. منیک بیا اینجا تنها نشین، دیوونه میبونه میشی آخرش از دست بابا. ای بابا دایی، منیش تازگی ها اون بالا خیلی از تنهایی میترسه، میگه صدای تق تق میاد. از دست اون دایی روانیت آواره شدیم، رفتیم اون کله نشستیم. دلم براتون تنگ شده بود، میخواستم بیام ببینم اتونم، و کار مجال نمیداد. بله، کار یه بهونه قدیمی و تکراریه برای بیخیالی اولاد جماعت نسبت به بزرگترشون. ولی به خدا دلم براتون تنگ شده بود. میدونم قربونت برم، قربون نوه گلم برم که دلش واسه مامانیش تنگ شده. اما مامانی یه مأموریتی به معول شد که باعث شد سریع دست از کار بکشم، خودم رو برسونم اینجا. واقعیت اینه مامانی، ماجرا اینطوریه. مامانی، اهالی خونواده از دست همایون به سوتو اومدن. حق داره، من میدونم درد و مرض همایون چیه. دردش پوله، پول میخواد. مامانی، همایون از یه طریقی، فکر کنم از طریق خانواده زن دایی بهزاد، داره رد بابایی رو تو آلمان دنبال میکنه که ازش پول بگیره. از شما ناامید شده نه؟ بابا این پولو بهش بدین خلاص شین، بذارین بره پی کارش. قابل توجه کلیه اهالی باغ. بازی در نیار بیش. بفهم. چه کاریه میکنی؟ تو باکن چی نشد؟ من یه گوش یه گوشه باش سکر باش. بر این پرده قابل پریز. توجه کلیه اهالی باغ. این صحنه زیبا رو تماشا کن. قابل توجه کلیه اهالی باغ. قابل توجه کلیه اهالی باغ. یه نفر که خوب میدونم کیه اومده و یه چاقو فرو کرده توی چرخ ماشین من. نیش عقرب نزره کین است، جنس ذاتش این چنین است. چی شده اما؟ این کارو میکنه. برو کنا، چه شده اما؟ برو کنا، خب باشه باشه، برو کنا، بابا کاری نداشته باش، برو کنا. هیچ کار داری؟ هیچ کار داری؟ این کارو میکنه چون عقده ایه. از همون بچگیش هم عقده ای بوده هم ضد بشر. از همون بچگیش بی خودی محکم میذاشت توی بازی این بچه ریزه میزه. خب به تو چه؟ بچه ها گریه میکردن، زار میزدن، دلشون زخم میرفت، اما اون حال میکرد با علک سار میگرفت، سار رو محکم میکنید توی حوض، توی حوض خفشون میکرد. امون نارون باش، امون اینو بدونم چسبه آهای گنده رو باش باش بهرون جون داداش گوش کن، چسبه آهای گنده رو خالی میکرد توی گوش گربه. همین هوشنگ، همین هوشنگ شوهر محترم یه روز دستش میگیره برش میداره میبرتش پاساژ کمپانی که شاگردی کنه و کار یاد بگیره پیش شرافت. خدا شاهده، خدا شاهده، دو هفته نگذشته تلفنو ور میداره، زنگ میزنه خونه شرافت، بزنش میگه، میگه که خانوم شرافت شوهرتون زن دوم داره. میگه بیا، اینم آدرس خونه دوم شوهرت، اول پپسی کولا خیابون فلان 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 فلان.
زن و شوهر 60 ساله رو 6 تا بچه و عروس و داماد و این بچه 16 ساله برمی‌داره میکشونتشون دادگاه خانواده. چرا این کارو میکنه مادر من؟ چرا این کارو میکنه؟ چون مریضه. این آدم مریض عقده‌ای بزرگ شده. این آدم مریضه. اصلا لذت میبره از مردم آزاری. لذت میبره از مردم آزاری. این آدم سادیست داره. چی میخوای؟ این تیوپه کو تیوپه بده منیش. اینا ندیدن ندیدن. ببین ببین داداش ببین نگو بابا این چیزی نیست. چاقو رو فرو کرده توی تایر شفرالت من. خیلی خوب خیلی خوب نگاه کن. آره میبینی دیگه دیده بولی را دیدی زن داداش چه این کار کردی؟ تو اونجا چی کار میکنی؟ میمون میمون این داره اذیتم میکنه. این بیشتر از اون. این داره برای عقده. گوش کن این داره اذیتم میکنه. نه ازم نده. تمام تنم داره میلرزه به خدا. آخه بچه هامی آخه چی میکی؟ کاش من داره نزایده بودم. کاش داره به دنیا نیامرده بودم. کاش وقتی آمدی دنیا دو تاوان میبردیم. این روزی که آره این بدبخت نمیده. آخه چه بدبختیه؟ ای خدا. پس چی شد؟ چشم چیزی که به دردم نمیخوره رو نمیخوام. وقتی شما نباشین دیگه لازم نیست برم مدرسه. مدرسه میخوام چی کار؟ کتاب میخوام چی کار؟ یه پیله پیله که پشت برو مدرسه. وقتی آدم میتونه بیشتر بخواده که بیشتر قوی بشه که بهتر بچه شیر بده واسه چی باشه بره مدرسه؟ اگه از من بپرسن این بهتر از یا خواب من میگم خواب. حرفاتون رو شنیدم. من باور نمی کنم خود شما به این حرفایی که زدید اعتقاد داشته باشید. این حرفا حرفای آدم راحت طلبه. شما راحت طلبین؟ نه من خیلی هم سخت گوشم. میشه ببینم؟ آقا فراز میشه این راز بین خودمون بمونه؟ خواهش میکنم ازتون خواهش میکنم. بعدشم اگه علاقه داشتم که توی این سرما پا نمیشدم بیام این کتابا رو توی خاک قایم کنم. دارید شما تو اعماق قلبتون به درس علاقه دارید. اگه علاقه نداشتین چند لایه مشمع نمیپیچیدین دور کتابتون. این نشون میده که شما تو اعماق قلبتون به درس علاقه دارید. خیلی خوب آدم از اعماق قلب خودش خبر داشته باشه. فعلا. سلام. درو به من سوز میام. باید برم بیرون یکم راه برم. اصابم خورد شد. دایی من. اینا چیه؟
الان این چیه؟ اینا دکور اتاقه. مردا همیشه شکارچی هم. من هم همون عادت تاریخی رو دارم. چی کار کنم؟ بری اعصاب خرد میکنی. آره؟ شما اینو برمیداری؟ سنگ میذاری توش. بعد با این اون اتاق هنیه رو نگاه میکنی، هدف گیری میکنی، با این سنگ شلیک میکنی به اتاق هنی. منیجه خانم از صدای سنگای شما میترسه دایی. اگه بفهمن کار شماست خیلی ناجور میشه. اشتباه کردی دیگه. اول دوربین، اول خوب میبینی، بعدم آخه قربونت برم من الهی. ببین ببین کسی نیست، جن نیست، هیچی پشت بوم نیست. ببین دیگه، ببین هیچی نیست. من چه جونم هیچی نیست عزیزم. لابد خواب دیدی، یا شایدم هوا به خاطر گاز درختای باغ سنگینه اینطوری شد. بیا بگیر بخواب. اون مال وقتیه که به درختو برگرد. پس به احتمال قوی خواب بوده. آره خواب بوده منیچ، خواب بوده. تو خواب در زدن، خواب تیر زدن، اتک زدن، چکوش زدن دیدی، فکر کردی یکی اومده در اتاقمون رو داره میزنه. آره خواب بود. بیا عزیزم بیا بگیر بخواب. آخه من بابا ما آهنگر بوده، کفاش بوده، ایزم شکم بوده، چی بوده که من خواب تبر و چکش و بودیک ببینم؟ من به تو میگم صدای تقدق زنگ بود، حواسم از بیدار بودم مطمئنم. جون هر کی دوست داری بیا بگیر بخواب تمومش کن. نمیخوام. من هیچ، بیا بگیر بخواب تمومش کن. دیوونه گیری در نیار عزیزم. میگم جون هر کی دوست داری بیا بگیر بخواب. بابا خواب دیدی، من دارم بهت میگم اینا همش به خاطر خواب. خب دیدیم اینجا هیچکی نیست دیگه، هیچکی نیست، بیا بگیر بخواب. جون هر کی دوست داری، خواهش میکنم جون من. میدونم منو دوست نداری و پهنم مرام ازش قائل نیستی، اما میخوام بگم اگه منو دوست داری بیا بگیر و بخواب تمومش کن. نترس. دوستت ندارم، ولی بوز اون وقتی که دوست داشتم. باشه من به زور میام اونجا، نمیترسم، میخوابم. ایوه نه اصلا حالت خوب نیست. من واقعا برای خودم متاسفم که شما رو تو این حالت میبینم دایی. دایی جون، اگه روز روزگاری کسی بهت گفت خف بابا، یعنی خفه شو. سردا به سلام خواهر. چای میخوریم؟ نه مادم خواه، آشکالی نداری بیا بری دستم رو بگی. سوال از رو فضولی نیست بپرسم؟ اول از سوال شروع میکنی که آخرش سفارش همایون رو بکنی؟ آره، ولی آخرش میخوام سفارش یکی دیگر رو بکنم. ولی اولش میخوام بدونم شما تو کاروان میمونید یا بعد از خوش شدن چهاردیواری میرین اونجا؟ چه سری میخوای اونجا بشونی؟ کیو؟ منیشه. خب اونا که تو پشت بون اتاق اون پسر دیوونه ها امیر زندگی میکنن. اصلا بگو ببینم
تو که با اونا قدی، چرا اومدی واسه اونا دل میسوزونی؟ چرا؟ اون که نشسته این ورانور پشتر من حرف زده، منو بده کرده. ولی آخه میدونی اون آبستنه، من هر چه آدم با خودش بد باشم با بچهش که ادامتی ندارم. با این اتفاقاتی هم که با حضور آقا همایون پیش اومده، من دیشب اونا رفتم بالا پشته بود. خب من میدارستم بلای سر بچهش بیم، خودش هم میگه، همیشه میگه از اون بالا میترس. از آب وجدان گرفتی اتاقشون از دستشون در بردی؟ خودت نمیخواد مغر بیای، اما اصل اینه، اصل کار اینه. خب اگه تو بخوای از اون اتاق بیای بیرون، دوباره باید بری تو چادر زندگی کنی. که چی شو؟ حرف معمولی تو کتش نمیره. کارشو را بندازیم بره پی کارش. بهش بگو همینطوری بدون باد شرشو کم کنه بره، و الا میام میزنم نصفش میکنم. آ ای خدا، چجوری شد که اینجوری شدیم و فرشته؟ یه راهی بذار جوری پای من که اینجوری نباشم، یه جور دیگه شم، یه جور جور، یه جور خوب، میخوام کلن یه جور دیگه شم. صورت زن ستمکش وقتی خوابه چقدر غمگین. ای خدا، اصلا چقدر معلومه که حق با اونه. من هیچ آب میخوری وسط بیارم؟ گوسته نخور فداجم، همه چی درست میشه. میگم دیدی دیگه نمیترسیم، همش خوب بود. خوبه من ولم کن، حرف نزن تو، اینقدر بذار بخوابم. روزو بیداری که واسه من نمیذاری، بذار اقلا این وقت شبیه یه ذره من راحت بخوابم. ولم کن. سپیده نزده به منیش صحبت میکنم، اونی نیستم که فکر میکنه هستم. علی دایی جون، شما سلاح خودتون متوجه نیستی. انسان هر قصدی که داره باید ببینه اون قصدش درست هست یا نه. قصد شما گرفتن پول از مامانیه، درست، منم میگم درست، اما باید راهشو پیدا کنی. شما عجیب ترین راهو انتخاب کردی. تحقیق کردم دیگه. شما اول اومدی پیش مامانی تو دلبرو بشی که نشده، بعد وعده اتاقو دادی به دایی بهزاد در عوض شماره بابایی رو تو آلمان بگیری، بعد دایی بهروز رو دیوونه کردی، از اتاق بلندش کردی، رفته اون اتاق هنیه بالا.
بعد دایی بهروز چیکار کرده؟ اونم قاطی کرده، بهونه دستش افتاده، با چک زده تو صورت تو. بعد کینه شما و تیرکموسنگی و اتاق آهنی و ترسوندن منیژه خانم. بعدم که دیدی از اساس دایی بهزاد بهت رکب زده، اصلا شماره مباره بابایی در کار نیست، دوباره تیرکمون دستت گرفتی اومدی بیرون. دایی من، دایی اون بیرون به غیر از دایی بهروز همه میدونن این سنگ پرتاب کردن کار شماست. میرن ازت شکایت میکنن. میرن شکایت میکنن، شکایت هم یعنی زندان. چقدر به خود فشار آوردی که ماجرای منو از اول تا الان حفظ کردی؟ عوض اینا به مامانیت بگو به من پول بده و من گورم و گم کنم برم. گمشو برو بیرون. گفتم گمشو برو بیرون از اتاقم. برو بیرون از الان به بعد. اینجا اتاق منه، نه اون بالا. زن من از اون بالا میترسه، میفهمی؟ گمشو برو. گفتم گمشو از اتاق من. برو بیرون. من اتاقو نمیخوام. اینجا قصبی منه. جا قصبی نمیخوام. چه مایی میکنی؟ با مامانه ترس دادم. اتاقو بخشیده، بخشیده به اینا. خوار خوار. چرا بین بچه ها تو فرق میزنید؟ چطور به جمشید و پوراد هرچی که پول دلشو میخواست گرفتم؟ آخه مردی گنده چه عشقی داره میزن. اما من که بعد از هزار سال اومدم برای یه میلیون باید هزار به دست و خیلی در بیارم. چطور برای جمشید نمایشگاه خریدی؟ چطور به پوران جهاز دادین و آپارتمان دادین؟ به شوهرشم 600 هزار تومن دادین که پدرشو ببره لندن پرستادشو عمل کنه. یه آمریکا منو فرستادین، فکر کردین که آمریکا رو به نام من کردین. من جز قربت چی گیرم اومد؟ اسم من یه بلیت هواپیما بود. حالا باید اینقدر آواره باشم که هیچکی رام نده بیام تو اتاق این ریغونه. چرا رو خاموش کن؟ شما داشتین گریه میکردی؟ آخه به تو چه؟ چرا رو خاموش کن؟ برو برو بیرون بیرون. بیا تو. روشن کنم دار؟ روشن کن. ببندم درو؟ ببندم. بابا طوری نشده که. شما احساساتتون خیلی لطیفه ها. مثلا باور نمی کردم شما اهلی گری کردن باشی. آخه منو بعضی موقع گریم میگیره، گریه میکنه. واقعا نفهمی. باش برو بیرون. برون. سینی رو کجا میبری؟ خب بزن بالی سرم خیس نشه زیر بارون. نمیخواد بری. بشین. چراغ خاموش کن.
چراغا خاموش کن. بدبختی به خدا، همه ما به نوعی بدبخت. ساکت چشمش. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك يا نبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قبول بشه مامانی. قربون تو پسر آقا، پسر با شخصیت، پسر خوب. مامانی، مجموعه نظرات بعد از کارشناسی و بررسی به اینجا رسید که باید یه پولی به دای همایون بدین بره پی کارش. هنر کردین؟ خب پول بهش بدیم که پرروتر میشه که. مامانی این پولو بهش بدین بره. اصلاً و ابداً اینو نگین مامانی، خواهش میکنم. دایی همایون روز به روز داره رفتارش بدتر میشه، درد سرسازتر میشه. از موقعی هم که فهمیده بابایی تو زندانه، اصلا همه حرکات و رفتارش بوی جنون گرفته. مامانی بابا شر دور بلا دور. اون کیف من از اونجا بده. بفرمایید مامانی. دیگه جمع نمیتونست رفتارهای دایی همایون رو تحمل کنه. به حضرت عباس منیره میگفت اگه یه بار دیگه سر به سر منیژه بذاره میرم میدمش دست کمیته. به حضرت عباس بابا میگم تیرکمون درست کرده، همینطوری به این و اون سعی میزنه. من چقدر بدبختم، تازه اسمم اینه که خوشبختم. اون از شوهرم، اون از بچم، باباش که یه لات دزد کلاهبردار، باباش هم که یه چلوخلو دیوونه. بگیر خودت بنویس، من اعصاب ندارم. بگیر. آخه مامانی من چقدر بنویسم؟ چه میدونم. اصلا برو خود نرگوش رو صدا کن بیاد. برو مادر. باش. برو. آقا فراز تشریف بیارید پایین لطفاً. تشریف بیارید پایین. گفتین
مسئله اون شخصو حلش کردین؟ کی؟ یه مرد خیکی، برادر استکان نلبکی، کی؟ دارم همایونو میگم دیگه. چرا تعلل میکنید شما انقدر؟ تعللی نیست، حله، حله. حلش کنید پس، لطفا حلش کنید این قضیه رو. ما به عمو بهروز نگفتیم که همایون سنگ میپرونه ها. عمو بهروزو که میشناسید. اگه یه وقت بفهمه که همایون با تیرکمون به این اتاق آهنی هی داره سنگ پرت میکنه، از همین نردبون میره بالا، همایون رو پرتش میکنه پایین. ما اصلا نمیخوایم این اتفاق بیفته. حالا از ما گفتم بود بهش بگید بره. بره ایشالا که هر جا هست خوش بخشه. دایی همایون نهایتاً، دقت بفرمایید، نهایتاً تا صبح اینجاست. یعنی به محض اینکه پولو بگیره به صورت اتوماتیکوار میره دنبال کار خودش. انشاءالله به سلامت. منم با مامانی در مورد این موضوع صحبت کردم، الان میخوام برم با دایی همایون صحبت کنم. از ما گفتم بود. جای احمد آقا هم خالی نباشه. دست شما درد نکنه، ببخشید. با اجازت. خواهش. الان قشنگ این اتاقو براتون تاریکی کنم که توش راحت استراحت کنید بخوابید. حالا که دیشب نخوابیدین. خوب زدی اسباب اساسی ما رو داغون کردی ها. نصف این چیزا مال بچگیای منه. همه عمر من توسط این و اون تباه شد. اینم آخرین چشمش که توسط تو شد. ببخشید. درستش کنم. درستش کنم. چی چی رو درستش میکنی؟ عمر همون شده منو؟ ببینم بقیه این صفحه بزرگا چی شده؟ به جون خودم به جون دوتا صفحه بزرگی دیگه نبود، هم دوتا بود. ساسون تو مثل که ناراحتی؟ چیه؟ اومدم تو اتاقه دیگه نمیتونی با خودت حرف بزنی؟ خب دیدم که با خودت را میری و حرف میزنی، بی خود که نمیگم. دست شما در نکن آقا همایون، یعنی من دیوونه هم، دست شما در نکن. برای من چشتو براق نکن، مثل که یاد رفته که من میدم تو عاشق دلخسته ای. چشتو بنداز پایین. گرفتی خوابیدی و بعدم بلند شدی صبحونت رو لومبوندی، بعدم اومدی من از خواب بلند میکنی میگی آقا مایون بگو گرامل جذابیت چی میشه؟ من یک ثانیه هم نتونستم بخوابم. یه دم اومد که چشام گرم بشه، سه بعد از نصف شب تو خواب داد زدی. من تو خواب حرف میزنم؟ داد میزنم؟ خب بگو چی میگفتم من تو خواب حرف میزنم؟ من اصلا حرف نمیزنم. خب بگو چی گفتم دیگه؟ من نمیگی تو خواب حرف میزنم، بگو چی گفتم؟ خب آدم شکنجه روی ندیدی که تو خدا. تو هم فکر میکنی که من مریضم و مردم آزار؟ آره؟ دیگه جیش نزنی ها، میخوام بخوابم. باشو. ساعت چنده؟ الان فکرم 12:30. اگه نگفتم دیگه حرف نزن. خودت داری از من میپرسی. ساسان یه دقیقه بیرون نیا ببینم. چرا؟ معذرت. چی داره اصلا؟ ماما میشه یه خواهشی بکنم؟ ازم نخوا که ببخشمت، ازم نخوا که ازت بگذرم. لطفا یه 70 تومن بیشتر بنویسید. خیلی پر روی روزو بعد با آب مرد و شورخونه بشورن تا رود کم شه. بلند شو بیا بگی باره گم شو. تو رو اروای پدرت یه دقیقه اجازه بده. این کاروان مال اله هست،
شما نماز میخونین. این کاروان 70 تومن میارزه. اگه الهه راضی نباشه نماز نداره ها. تازه این 70 تومن هم که شما میخواییم بدین پول بلیت هواپیمای ماست. شما هم که اینجا توی باغ اتاق ندارین. به احساد بهروز هم که توی اون چهار دیواری جا خوش کردن. کارو به التماس نکشونین. این پولو بدین و بذارین من گورم و گم کنم و برم. چکو در وچه اون دختره مینویسم. اسم فامیلیش چی بود؟ به تو اعتماد ندارم. ترابی، الهه ترابی. شما اسمشو نمیدونین؟ فامیلیشو نمیدونین؟ ایشون همون دختریه که 20 سال همسایه خونه جاده قدیممون بود. دختر آقای ترابی. الهه ترابی که نذاشتی مثل آدم زن من بشه. این پولو بده بذار من برم. اینقدر منو نچزون. خوشش میاد آدم ما رو بچزونه. ماشاءالله چه انرژی داره. باشه. دور بر ندار. بگی برده برو.